سلام، من کوروشم. دو سال از ایران خارج شدم و الان از روز اول تحصن به طور ثابت حضور دارم. من از ایران شناختی با مجاهدین نداشتم، فقط یه سری تبلیغات منفی رژیم رو شنیده بودم و یه سری اون چیزایی که رژیم میگه رو فقط در مورد مجاهدین میدونستم. من روز اول که اومدم اینجا، دیدم یه عده ایرانی اینجا داخل میدون ناسیونم و عکس شهیدا رو دارن. بعد اومدم یه تیکه از فیلم های شهیدا رو نگاه کردم و موقعی که سبا میگفت ما تا آخر ایستاده ایم، تا آخرش هم وای میسیم، این برام پیش اومد که ببینم اینا واسه چی این کارو میکنن، واسه چی 30 سال اونجا باشن، واسه چی جلو تانک میرن. اگه هدفشون اون چیزی که رژیم میگه، اصلا واقعا برام تعجب شد که اون چیزی که رژیم میگه با اون چیزی که الان من اینجا میبینم اصلا زمین تا آسمون فرقشون. با این کنجکاو شدم که بدونم چرا. هر چی اومدم جلوتر بیشتر دلم اومد تو این راه، بیشتر راضیم. الان که به جوری شده که الان دیگه دوست ندارم اصلا خارج بشم حتی از این تحصان. باست تصویرم اون برداشتی که میدونم از اشرف بگم، یعنی اون چیزی که واقعا تو دلمه اگه بگم، اشرف الان واسه خودم یه امیده. من وقتی که فکرشو میکردم، وقتی قبل از این تحصیل فکر میکردم که دیگه این رژیم نمیره، واقعا این هیچ کس نمیتونه رژیم رو از بین ببره، ولی الان میبینم نه، میشه و باید این رژیم رو ترمیم کنم. کسایی هستن که وایسادن اونجا 30 سال وایسادن، هاشم آخرش هم وای نیستن. این امید داد بهم، این امید اشرف این انگیزه رو بهم میده که هرگز دیگه این فکر رو به ذهنم راه ندم که نمیشه این رژیم رو انداخت. اگر یعنی از دید قبلیم بخوام بگم، اصلا باورم نمیشد که یعنی عده بیان به خاطر هیچ چیز واسه خودشون نخوان بیان این کارها رو بکنن. واقعا این همه زحمت، این هر روز نمیدونم نه خواب درست حسابی، نه غذای درست حسابی، ولی تو آخرش وای میسن. بعد هیچی هم واسه خودشون نمیخوان، هر چی میخوان واسه خلقشون میخوان، واسه مردمشون میخوان. اشرف یه انگیزه است، یه امیده، یه امید واسه فردای ایران، یه امید واسه کودکایی که الان تو کنج خیابون میخوابن. اشرف یه انگیزه است واسه رهایی مردم، واسه رهایی خلقمون. اشرف یه انرژیه که میتونه اون ناامیدی رو از تو دل جوونا بکشه بیرون. اشرف اون امیدیه که خیلی از جوونا الان گمش کردن یا دارن دنبالش میگردن. اگه بخوام یه پیام به اشرفیا بدم، این پیام رو میدم به اشرفیا، میگم بیستید، ما هم کنارتون میستیم. همونطور که شما تونستید با ایستادگیتون منی که دل سرد بودم و دوباره دلگرم کنید و برگردونید تو این راه، مطمئن باشید خیلی از جوانهای دیگر هم میتونید برگردونید. پس ایستادگی شما کمک میکنه به جوانهای ایران، کمک میکنه به نسل ما، نسلی که نسل دوم یا نسل اول، نسلی که هنوز نیومده. اون انگیزه رو شما دارید نگه میتونید با آگاهی دادن، با ایستادگیتون ثابت کنید که نه، ما واسه اینیم، واسه این هدف اومدیم. مطمئنیم هر انسان آگاهی یا هر انسانی که انسانیت یه ذره تو وجودش باشه، وقتی صحنه ها رو ببینه باور میکنه، به این باور میرسه که ما هدفمون آزادی ایرانه، آزادی خلقمونه و شما این آزادی رو
این آزادی رو هر طور که هست باید، ما باید این کارو بکنیم. به قول خواهر مریم، میتوان و باید. از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا. این همان علامت پیروزی است با دست من اشرف نشان. این عکس را برای ایران بفرستید، همه از این علامت خوششان می آید. این یک پیام است. همینطوری رژیم ولایت شقاوت را از ایران جارو می کنیم. همینطوری در نگاه من عزمی هست. می خوانیش؟ می بینیش؟ من آن کتاب 20,000 شهید را هر روز به جهان نشان می دهم. من با تکان دهنده ترین صحنه ها به جهان میگویم از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. ما هیچ چیز را از قلم نمی اندازیم و همه حقایق سطر به سطر هر روز برای همه مرور می شود. همه چیز باید آماده باشد تا سخنرانان بیایند. هر روز حتی از دور همه باید حقایق را ببینند. برای آنکه جنایتکاران را سرنگون کنیم همه چیز باید آماده باشد. من تابلوها را آماده می کنم. روی این پرده عکس هایی هست که یک رژیم را سرنگون می کنند. تعهدات جهان را هر روز باید یادآوری کرد. من در تمام فصل سرما این کتاب ها را برای عابران ورق زدم. همه اینها اسناد جنایت است. ما آن ترانه را خیلی دوست داریم که میگوید ای جوانان وطن، وقت سرفرازی هاست، وقت یاری به وطن. 9 ماه است که خیابان محل کار ماست. اینجا اتاق کار من است. چای را من درست میکنم، آخر آنها سردشان میشود. ما هم یکان نهار هستیم. چند ماه است که نهار در خیابان صرف می شود. دارم فکر می کنم کدام تصویر از اشرفیان مانده که برای دنیا نفرستادم. آتش به من اندر زن، آتش چه زند با من، کندر فلک افکندم 100 آتش و 100 غوغا. ما ایستاده ایم با همین پرچم و این چهره و این عشق و خروش. این گردان ماست، حاضر به یراق برای خروشیدن.